قسمت گیدا جان گفت در قسمت از برنامه ما هم مهماندار هستم جناب استاد مجیب الرحمن اخپلواک در استیتو تشریف آردن در رابطه به موضوعی خیلی خوب روان البته سادیزم و یا همازار اذیت دیگران ما صحبت داریم بیننده بس ما باشین استاد خیلی خوش آمدین نیمه عرض سلام دارم خدمت شما خدمت بیننده های عذیت تلویزیون آریانا و خوشحال هستم که باز روز چهارشنبه شده و ما خدمتتان حاضر است همچنان استاد ما هم خیلی خرسند هستیم که امروز چهارشنبه است و شما را با خود داریم شما لطف میکنید و مهربان است. سلامت باشین حالا میشه در رابطه با سادیزم صحبت داشته باشین و هم تعریف کلی داشته باشین چون از که برنامه را تماشا میکنن در رابطه با سادیزم معلوماتشان زیادتر شان بفهمن که واژه البته چی است و در برگیرنده کدام معناست خیلی خوب یک اصطلاحی داریم که سادیسم میگن به اصطلاح علم روانشناسی و دیگر آزاری یا آزاری آزار اذیت کردن دیگران و لذت بردن از آزار دادن دیگران و رسیدن به درجه آرامش خاطر که متاسفانه این آرزه و ای تکلیف را در جامعه می بینیم که متاسفانه با, با پیمانه وافر در جامعه ما پیدا می و هر فرد که از آزار و اذیت کردن دیگران به نحوی از آنها لذت می و حس میکنه که آرام میشه و مخصوصا در بعضی مواقع رسیدن به آرامش جنسی مطرح میشه اینا رو به نحوی از آنها سادیسم میگن یا دیگر آزاری که در قالب و شکل فرم های زیاد ارزندان میکنه در جامعه آه. آه و به وقتی بزار و که بازار از اذیت آزار میکنن میگن اتدلم یخ کد که جزای شدادم استاد بیم در رابطه با این صحبت داشته باشین که سادیزم چند نو است و نویش بیشتر از ذا هم بفهمن و در رابطه با موضوعات بعدی بعدش صحبت میشه. سادیزم معمولا به سه نو تقسیم میشه یا در واقع اما سه تا مرحله و سه نویت و مراحلش هر سه هست مرحله اول مرحله فکری هست فرد یک فرد به لحاظ فکری میایه ازار میده و اذیت میکنه دیگران عن یک فرد هست که نشسته و فلمی ره در ذهن خود مرور میکنه مبنی بر آزار دادن دیگرا و از ای ناحیه کسب آرامش کردن مرحله نوعیت دومش که درواقع مرحله دوم هم میشه از مرحله فکری به مرحله دهانی میآیه می و درواقع لغت و اصطلاحات و جملات آزاردهنده و رکیک به آدرس دیگران میگن دو میگن واقعا که در واقع این خودش یک دلیل به خاطر آرامششان میشه و اینجا جا داره که یک تا موزل بزرگ اجتماعی که او عبارت است از پرزه گفتن و متلک گفتن و اینا هم کتره گفتن کتره گفتن به نحوی از انها اینا هم در برگیرنده همی آرزه هست که مرحله دوم یا نویت دوم سادیسم یا دیگر آزاری هست که در واقع دیگران را مطلق میگه و پرزه میرن سرش در اها. کوچه و بازارها زیاد از این مسائل متاسفانه بله از اجتماعیش من شما شاید هستیم که این هم به نحو زنها مرحل... یکی از نویت و مراحل سادیسم است و مرحله بعدش هم مرحله فیزیکی هست میخوایم تکرار بکنم فکری دهانی و فیزیکی. فیزیکی. در این مرحله فرد عملا وارد عمل می شود در تعذیر کردن و در بسطلا صدمات فیزیکی رساندن به طرف مقابل اینا آرامش کسب میکنن و لذت میبرن حالا این در شکل فرم های اجتماعیش متاسفانه در اغلب مواقع در کوچه و بازارها بعضی افراد رو می بینیم که در اجتماعات بزرگ وقتی که اینا مخصوصا اختلاط دو جنس مطرح میشه در اونجا از امو تماس کردن بدنشان با جنس مخالف اینا به نحوه زنها یک آرامش کسب که در واقع اینا مریضانی هستن که در جامعه به نحوه زنها جامعه را به طرف ازمهلال و ببندباری جنسی ساخت متصفان. میتن و متاسفانه اصل منشاش اینجاست که فرد به لحاظ درونی خودش یک مشکل داره اختلال داره تکلیف داره که در اغلب مواقع فقر جنسی و محرومیت جنسی که در تای برنامه های متعدد مهم. من شما روش بحث کردیم مهم. اینا به نحوه از آنها دلائل میشه که یک فرد به این مرحله برسه و در واقع تمام از این حال ها اگر ایره در قالب یک مثال های تقریباً رایجش بگویم اما من و شما دیدیم خارخانده که خارخاندیشه یک بار چی میگن؟ چندی میگن؟ چندی کردنش لذت میبرن از آزار و اذیت کردن طرف مقابل به نحوه زنها تمامش اینا در برگیرندی هزیمی است که به نحوه زنها با سادیسم سر کار دارم و متاسفانه همی که دیگران را آزار می کنه او اذیت میکنه او دیگرها درد می کشن همی برش دلیلی میشه که اینها آرام شوه او بگویه که مه به قول شما که دلم یخ شد چی بالای سر استاد میشه حالا در رابطه با هم صحبت داشته باشین که گفتین سادیزم سه مرحله داره کدام مرحلهش میشه خیلی مشکل ساز باشه و همچنان جدی باشه و همچنان میشه در رابطه با هم صحبت داشته باشین در رابطه با ویژگی های افراد سادیزم به خصوص شاید کودکان هم جز افراد سادیزم باشه نو جوانان هم و همچنان جوانان هم ازایی که در خانه هستن بیشتر یعنی متوجه ویژگی ها شوند و همچنان راه هایم های هم شاید وجود داشته باشه که شما درباره صحبت کنین تا اونا از همون زمانی که خیلی خورد استانو و تازه روی میارن بعض از کارا رو انجام بدن تا اینکه امی سادیزم در وجودشان کم رنگ شمارن. خیلی خوب در قسمت مراحل میخوایم اشاره بکنم که گرچند سیومیش که تهاجمی هست بلی. و جنبی فیزیکی داره ای اکثرا مخرب جلوه میکنه اما متاسفانه بدترین نوش همون نو فکریش است که در در مرحله فکری به اصطلاح مهد زایش و پیدایش از همین آرزو میشه به این معنا که در واقع یک فرد در فکرش و ای این فکر میکنه که چگونه به فلان کس صدمه برسانیم چگونه دیگران را تعذیر و آزار و اذیت بکنیم که در واقع همین مراحل فکری بعدا به مراحل دهانی و مراحل فیزیکی مبدل میشه این و آه. بعدش اگر قرار باشه که منو و شما مسئله فکر دست کم بگیریم در زندگی ما هر کشوروشش. هر آه. انقلاب و هر دیگرگونی و تغییراتی که میه تحولاتی که میه در واقع شروعش از تفکرات ما هست آه. و این را بارها بارها در بردمه های متعدد اشاره کردیم که فکر انسان شبیه یک اتاق در و دروازه نیست بارها بارها در, در مراحل که ما با مخاطبای ما و با مراجعان ما که مشاوره داشتیم گفتن که من فلان کار را نمیتونم ساده میگیم عزیز دیگه بارا فکر نکن میگم ما نمیتونم خب به این معناست که شما مدیریت بر ندارین یعنی هر, فکر... هر فکر یک هم داشت هر فکری که بارها به تکرار شود در در فکر در ذهن ما بالاخره منجر به این میشه که ما عادت بکنیم داری. و این عادت به این معنا اگر ما فکر بده داریم معمولا فراموش نکنیم که بارها و بارها شایدی را به عنوان یک تسلسل روانی و روانشناختی هم تذکر داده شده باشه معمولا در جهان بیرونی و در رفتار ما در کردار ما در کنش و واکنش ما و جامعه امه. رابطه قسمی است که معمولا فکر ما به گفتار ما تبدیل میشه گفتار بش. ما به رفتار ما امه. رفتار ما به عادت ما عادت ما به شخصیت ما شخصیت ماست ما که سرنوشت ما رو میسازد حالا ببینید از هم به کوچکی شروع میکنیم اگر یک فکر سرنوشت ما رو میسازد و تغییر میده و دگرگون میسازد فراموش نکنیم که همیشه افکار منفی را ذهن ما منها و کسر بکنیم تا برسیم به مراحل افکار خوب و مثبت بعدش اگر به تفکر باشیم که ما در قالب تفکرات فیلم هایی که ما در ذهن خود به خاطر آزار و اذیت فلان کس میکشم بلی. هیچ وقت در جهان بیرونی شاید یا دست ما بر از اونها نرسه یا بعدش شما اگر را رو برشان یک صدمات ام رساندیم چه کدام درد مردوا نکن بنان فراموش نکنیم که انتخاب فکر با دقت تمام به دست من و شما هست واقع. و اینجا مدیریت به دست ما هست که انتخاب بکنیم که درباره کی فکر میکنیم و چه نوی یک فکر میکنیم امه. و خوب است که همیشه افکار ما را خوب و مدیریت شده انتخاب بکنیم احا. و این قسم نیست مثل قبلا تذکر دادم که فکر ما شبیه اتاق بیدر و دروازه باشه که از هر طرف هر فکر منفی منحوس پوسیده متعلق به قرن حجر به آدرس ذهن ما و اینا دلیل صد مانع به خاطر پیشرفت ما و به خاطر تعامل زندگی اجتماعی ما داشته باشیم بدان کوشش ما برای باشه که از افکار ما را مدیریت شده انتخاب بکنیم تا باشه که هیچ وقت حرف بدی به کس نزنیم و زمانی که حرف بدی به کس نزنیم به این معناست که ما تهاجم و پرخاشگر هم نیست. نیستیم و نمیشیم بنان در قسمت ویژگی از ای افراد فراموش نکنیم که هر فردی که از آزار و اذیت کردن دیگران لذت میبره فراموش نکنیم که این فرد افکار سادیستی داره حالا فرق میکنه که شدت و خفتش به چی اندازه است اگر قرار باشه که ما اطفال رو ببینیم اطفالی که همیشه دیگران را آزار می‌ده، و در خانواده معمولا افراد را از این طیف قماش پیدا میکنیم زمانی که فرد به خاطر آزار و اذیت کردن دیگران دیگران را در جنجال انداختن و در بحران کشیدن دیگران را تعذیر جسمی کردن واقع. برشان آرامش امه. میداد فراموش نکنیم که قضیه را اندک اندک جدی بگیریم و ای احتمالا سبب ازی شده که بعدها متاسفانه فرد را به بکشه اما یک مسئله در, در این امر لازم است که متذکر بودم که بله هاز سینی بعضی مواقع نیاز به خاطر روان درمانی و دارو درمانی هم نیاز نمیشه چون افکار که فرد در یک مرحله از بحران را به مشکل سپری کرده و مرحله دیگه که میرسه خود به خود با تعاملاتی که داره معاشرت و اجتماعی که داره در جامعه ده. روابطش گسترده تر میشه و افکار ازش منفی آها. میشه اما اگر یک فرد برای مدت طولانی تر ازی از این مسئله و آرزه هست فراموش نکنیم که با مشاور روانشناس مراجعه بکنیم و همراهشون صحبت بکنیم حتما. که این فرد در واقع راه حل های خوبی برش پیدا شده. بتانیم کمکش بکنیم واقعا بسیار تشکر استاد عزیز از اینکه در برنامه تشریف آوردین صحبت های خیلی خوب داشتیم در رابطه با سادیزم و یا هم آزار اذیت دیگران امیدوارم روز برسه که اینجوری این نفرات افراد در جامعه ما اصلا نباشه بازم تشکر این خب بیننده های عزیز در قسمت از برنامه وقفه میگیریم بعد برمیگردیم طبق وعده که با شما داشتیم از طریق صفحه فیسبوک برنامه لایف میشیم و صحبت های ما رو بیننده و شنونده باشین حالا وقفه.